با سلام و درود، با احترام در خدمت آقای دکتر خبیری هستیم، دبیر جایزه معاونت فناوری و نوآوری. با سلام عرض ادب خدمت شما، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و میشه خواهش کنم خودتون رو معرفی بکنید، چون من هر چقدر بخوام تلاش بکنم مثل خودتون قطعا نمیتونم. بازگواری، مرسی، متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین خوب شما. بنده خبیری هستم، نوید خبیری، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر عامل شرکت مهندسین و مشاور نسل کارآفرینان هوشمند که مأموریت در واقع برگزاری دوره آموزشی و پروژه های مشاوره در حوزه کسب و کار در واقع داره و دبیر اجرایی جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران که ذیل در واقع انجمن با حمایت در واقع صندوق نوآوری و شکوفایی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشه. در خدمتتون هستم. قربون شما. من با آقای دکتر بغدادی که داشتم صحبت میکردم، هدف از برگزاری این رویداد و جایزه لزوماً موتیویت کردن نبوده، بلکه ایجاد یک مسیر راه بوده برای کسب و کار. و این مسیر راه خب چالش های خاص خودشو داشته، قطع به یقین یک شب ایجاد نشده، با کلی تحقیق و تفحص و کارهای آرندی و همه اینا بوده که برسیده به یک مسیر راه این شکلی که آقا اینا رو ببینید. اگر اینجوری هست پس شما پتانسیل دارید که بیاید و حالا با هم دیگه رقابت کنید. یه فضای رقابتی ایجاد شده. این فراینده چند سال طول کشید؟ یعنی چقدر فراینده طول کشید و الان کمپانی های ما چند درصدشون میشینن توی این مسیره؟ بسیارم. ببینید، واقعیت قضیه برای ماها که توی این حوزه در واقع کار کردیم یکم طولانی اومده، ولی واقعیت این حوزه جدیدی است، نه تنها در ایران، در کل دنیا در واقع جدیده. مباحث نوآوری اگر بخوام اشاره بکنم به قدمت در واقع رشته دانشگاهی، چه در دانشگاه سراسری چه در دانشگاه آزاد، شاید به 2 دهه در واقع نرسه و ماها شاید بشیم الان نسل سوم در واقع این حوزه. باید یاد بکنیم از قدیمی های در واقع این حوزه که واقعا فعالیت کردند و خیلی هم سخته یک موضوع جدید رو پروموت بکنی و شرکت ها و سازمان ها اصلا اکوسیستم در موردش هیچ اطلاعی ندارن و نمیان اصلا طرف صحبت. بعد از تولید محتوا شروع کنی، رسانه کمکت بکنه، ارزم بزرگ تدوین استانداردها و مدل ها و الاخر. اما اگر بخوام در خصوص جایزه خاص صحبت بکنم، جایزه مدیریت فناوری و نوآوری امسال رسیده به دوره 8مش، یعنی ما با تمامی در واقع چالش هایی که در واقع داشتیم تونستیم 8 دوره اون رو برگزار بکنیم. سال اول که اصلا وقتی زنگ میزدیم به یک شرکتی یا به مجموعی، اصلا با الفبای موضوع هم در واقع آشنا نبودن، ولی خب این مسیر پیش رفت با شاید تدوین استاندارد و احتمال های دکتر بغدادی هم در موردش صحبت کرده، یک مسیری رو در واقع با هم طی کردیم با آقای دکتر محمدی و سایر در واقع دوستان که حالا جا داره از همشون در واقع تشکر کنم. استانداردها در واقع تدوین شد، بعد آموزش ها برگزار شد، خود مدل جایزه در واقع چند بار مورد بازنگری قرار گرفت و الان خدا رو شکر شاهد در واقع حضور شرکت های بزرگ در این فراینده در واقع جایزه هستیم. چون مفهوم جایزه اسمش شاید بگن خیلی جذاب نباشه، جایزه چی هست، ولی کاربرد در واقع عملی و در حوزه توسعه سازمانی در واقع داره که حالا اگر نیاز باشه حتما توضیح خواهم. بسیار عالی. من اگه اجازه بدین سوالمو یه جور دیگه بپرسم. اون استانداردهایی که شما تدوین کردین بابت اینکه یک شرکت فناورانه و نوآورانه باشه، سالها طول کشیده تا این استاندارده به دست اومده با زحمت دوستانی مثل شما و بقیه دوستان در این انجمن. چند درصد از کمپانی های ما الان واقعا میتونیم بگیم که مینیمم رو دارن؟ اینجوری بگم، این ما دنبال عددیم، مفهوم این که آقا اگر شما میخوای بگی من یک کمپانی فناورانه هستم، حداقل ها رو داری. درست. میتونیم اینو به شکل ویژه‌ای بیانش بکنیم یا خیر؟ ببینید، واقعیتش کم می‌کردن این موضوع کار سختی است، نه تنها سخت، شدنی هم نیست،
چون واقعا نیاز داره ما جامعه آماری درستی در واقع داشته باشیم. ما جامعه آماری از کل صنعت در واقع نداریم. اینو فرد یه مجموعه میتونه خیلی با شفافیت عنوان بکنه که بیاد اکثر یا حداقل بتونم بگم که بالای مثلا 80% شرکت ها و صنایع رو در واقع ممیزی کرده باشه، ارزیابی کرده باشه و بتونه در واقع عدد درستی رو در واقع عنوان بکنه. ولی نکته رو میتونم پاسخ شما رو اینچنین عنوان بکنم، چون این استانداردها و جوایز الزامی نیست. پس یه بخش اینه که شرکت ها رو نمیشه الزام کرد که بیان این سمت. در قسمت این که ما مخاطب هایی که اومدند که به صورت خودجوش و کاملا با اختیار خودشون و با اون تصمیم استراتژیک خودشون در واقع اومدند، ما فکر میکنم توی صنعت دارو اینجوری جوابتون بدم، توی صنعت دارو، صنعت دفاع، بحث در واقع حوزه هسته‌ای و انرژی اتمی، عرضم به حضورتون که صنعت خودرو، حوزه ICT و بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، من میتونم بگم که بالای 60% در واقع صنایعی که در این حوزه کار میکنند دارن به این مباحث میپردازند و حداقل ها رو در واقع دارن. ما مشکل اون یک سری صنایع در واقع دیگر میتونه باشه که به خاطر ماهیتی که در واقع دارند نمیتونن اون بالانس رو ایجاد بکنند که هم به مسائل در واقع اکتشافی و حوزه نوآوری و عرضم به حضور موضوعات جدید بپردازن و هم عرضم به حضورتون که به موضوعاتی مثل بهره برداری و کسب درآمد و روزمرگیشون بپردازن. موضوع دوم اونقدر براشون هایلایت در واقع میشه که از قسمت اول جا میمونند و همین هم میشه در واقع پاشنه آشیلشون، چون محصولی که در واقع دارن چرخ عمرش در واقع تمام میشه، لایف سایکلش در واقع تمام میشه و اون رقیبی که اون درصد اندکی از رقبا که به این مسائل پرداختن خیلی راحت توی میدان رو میگیرن و مارکت رو میگیرن. دقیقاً. پس من پاسخ سوال شما رو بردم توی سری صنایع خاص، چون به صورت کلی و عمومی دیتای شفافی نه تنها من، خیلی به اصطلاح ارکان بالاتر هم در موقع ندارم و نمیتونم. بسیار عالی، خیلی ممنون. اتفاقا جواب خیلی زیبایی هم دادین روی صنایع مختلف، برای من جالب بود و بنابراین میتونیم بگیم حال فناوری و نوآوری ما خوبه با توجه به این استانداردها که 60% این صنایعی که گفتین حداقل توی این صنایع میتونیم بگیم حالمون خوبه. از 50 بالاتر یعنی اینکه مینیمم ها رو داریم و داریم به سمت جلو حرکت میکنیم. دقیقاً. خیلی دادن به اصطلاح اومدن و این رو در واقع بهش پرداختن، فقط میمونه اینجا که چقدر بالغند. ببینید یه وقتی هست، من میخوام از فرمایش خود شما استفاده بکنم، وقتی ما صحبت از استانداردها میکنیم دقیقاً فرمایش شماست، یعنی سازمان ها رو میبینیم با حداقل ها مورد قیاس قرار میدیم. اگه یه سازمانی اون حداقل رو پاس بکنه بهش اون گواهی نامه رو میدن، میگن استاندارد رو در واقع داره. ولی سوال اینجاست با چه ابزاری این رو پیاده سازی کرده، چقدر بالغ شده. میخوام الان یک مثالی رو در واقع عنوان کنم. وقتی یک طفلی به دنیا میاد دیگه حداقل رو داره دیگه، دست رو داره، پا رو داره، میتونه نفس بکشه، ولی آیا این طفل میتواند مثلا به اصطلاح کوچکترین کار خودش رو در واقع انجام بده؟ نه، نیاز به کمک داره، به بلوغ برسه و بعد کم کم میتونه راه بره و الی آخر. شرکت هایی هم که میان توی این حوزه اول میرن سراغ استاندارد، استاندارد رو میگیرن، حداقل ها رو دارن، 50-60% سازمان ها حداقل ها رو در واقع دارن، ولی چقدر بالغ شدن و اصلا آیا ما ابزاری داریم برای سنجش بلوغ که بعد به سر ابزاری در واقع داریم؟ همین جایزه ای که خدمتون در واقع عرض کردم ابزاری است برای سنجش بلوغ. دیگه نمیاد حداقل ها رو بسنجه، میاد سازمان ها رو با اون مدل تعالی میسنجه، میگه مثلا سازمان ها 1000 امتیاز رو میتونن دریافت بکنن، حالا اون سازمان مربوطه چند امتیاز از اون 1000 امتیاز گرفت و این 1000 امتیاز توی 4 سطح در واقع تعهد توانمندی شایستگی و
تندیس در واقع به اصطلاح شکسته میشه، طبقه بندی میشه و الان ما بیشتر داریم این موضوع رو پروموت میکنیم، میگیم یعنی در کنار حداقل ها شما بیاین با ابزارهای سطح بلوغ خودتون رو در واقع افزایش بدید. یه سوالی برای من پیش اومد، چون این جایزه جایزه مالی نیست و جایزه اعتباری هستش، انجمن تعاملش با کمپانی هایی که وارد این بخش مسابقه میشه گروپ گروپ نوعی میشن بعدش میتونن خدمات بگیرن از انجمن بابت اینکه خب حالا ما چجوری به بلوغ برسیم؟ آقا من اول نشدم، من کمپانی دهم بودم ولی دوست دارم که به بلوغ برسم، دوست دارم که پیشرفت بکنم. دقیقاً. و این اتفاق توی انجمن به چه شکل میفته؟ ببینید نکته اینجاست که ما باید ببینیم خروجی این ارزیابی در واقع چیست و انجامن چه چیز رو تحویل این شرکت رو میده. شرکتی که وارد این فرایند میشه علاوه بر اون رتبه‌ای که در واقع دریافت میکنه، یک گزارش ارزنده‌ای رو دریافت میکنه. این گزارش که استرا ما بهش میگیم فیدبک ریپورت شامل بخشایی هست. یکی از اون بخش‌ها نقاط قوته که می‌ذاریمش کنار. نقاط قوت رو عرضم به حضورتون که بالاخره باید به سازمان‌ها ارائه کرد. اما من نمیگم نقاط ضعف، اصلا ادبیات در واقع جایزه و انجمن در واقع نقاط ضعف نیست. نواحی قابل بهبود. نواحی قابل بهبود بر اساس تک تک معیارهای عرضم به حضورتون مدل به اون سازمان گزارش داده میشه و این ابزاری است برای تدوین یک نقشه راه که معمولا سازمان ها از اون استفاده میکنن برای نقشه راه 3 ساله تا 5 ساله دیگه. من همیشه خودم شخصا توصیه میکنم زیر 3 سال خیلی منطقی در واقع نیست. یک نقشه راه 3 ساله یا نقشه راه 5 ساله رو ما معمولا در واقع توصیه میکنیم، چون همیشه توصیه خود من هم همینه که هر سال هم خوب نیست آدم ارزیابی بلوغ انجام بده. شما سال به سال با استانداردها پیش برو، در یک بازه زمانی 3 ساله در واقع ارزیابی بلوغ انجام بده. حالا این گزارشه دقیقا همون فرمایش شماست. این گزارشه دقیقا نواحی قابل بهبود رو به اون شرکت در واقع ارائه میکند. ورودی تعریف پروژه های بهبود و ورودی تعریف مثل نقشه راه و اولویت بندی پروژه است، یعنی بر اساس داشته های اون شرکت، یعنی چه محدودیت هایی و چه قابلیت هایی در واقع دارن، یعنی این پروژه ها رو اولویت بندی میکنن و در این نقشه راه قرار میدن. حالا یک سری از این پروژه ها میتونه پروژه های مدیریتی باشه، یک سری پروژه ها میتونه پروژه های مالی و در واقع به سر جذب سرمایه باشه، یک سری پروژه ها میتونه پروژه های در واقع زیر ساختی باشه. اینکه حالا انجمن در همه این پروژه ها میتواند و قابلیت داشته باشد خیر، قاعدتا همچین چیزی در واقع نیست، ولی در قسمت پروژه های در واقع از جنس مدیریتی میتونه به صورت در واقع کلینیک در ادامه مسیر همراه در واقع اون شرکت باشه که معمولا هم خدمات رو در واقع بر حسب تقاضا ارائه میده. ولی تا اونجایی که در واقع اون بشه اون نقشه راه رو ایجاد کرد و مسیر 3 ساله شرکت رو برای اون سازمان در واقع ترسیم کرد، انجمن و دبیرخونه جایزه در کنار اون سازمان هست. خیلی ممنونم ازتون، واقعا لذت بردم و امیدواریم که توی اردیبهشت هم باز شما رو ببینیم و شرکت هایی که اومدن و لذت ببریم از اتفاقی که در جهت مثبت در این مملکت داره پیش میره. خیلی ممنونم ازتون. ممنونم از شما، مرسی که از وقتی که در واقع دادین، مرسی از مخاطبین و دست شما درد نکنه. مرسی از فرصتی که دادین.